با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این صبح دوشنبه نهم ماه می 2016، سرآغاز برنامه هفتگی تلویزیون میهن، در خدمت همه شما خوبان و نازنینان همراه میشیم با نازنین میهنیارمون آقای محمدرضای روحانی، حقوقدان و فعال سیاسی. عرضم به حضور شما که موضوعی که ما گرفتارش هستیم در این دوران خفت، در حقیقت چون به نظر من تاریخ ایران چنین دوره‌ای رو تاکنون در خودش یاد ندارد. این خیلی دوره عجیب و غریب و سیاهی است. حتی وقتی نگاه میکنی به دوران خلفای عباسی یا که بر ایران به حال سکه به نامشون میزدن، حاکم تعیین میکردن، چنین فضاحتی که امروز جامعه ایران باهاش درگیره وجود نداره. امروز یکی از این پیرمرداشون به نام جوادی آملی که خیلی استادن و نمیدونم فلان، همونیست که احمدی نژاد رفت پیشش نشست گفت نمیدونم همه در اونجا سکوت کردن، حاله نور دور سرم بود و هیچکس موجه نمیزد و اونم تاییدش میکرد، امروز گفته که اینایی که با بیگانگان روابط برقرار میکنن دیوسن، دیوس سیاسی هن. من فهم میکنم که بریم از آقای روحانی این سوال رو بکنیم، به عنوان یه حقوقدان، به عنوان یه کارشناس، به عنوان کسی که این مسائل حقوقی رو دنبال میکنه، بپرسیم ازش که دیوس، این کلمه دیوس در سیاست چه معنایی دارد؟ مقصود این آقا از این به کار بردن این کلمه چیه؟ یعنی چی یه نفر دیوسه؟ ما بفهمیم این ماجراش چیست. آقای روحانی من به شما درود میفرستم و بسیار خرسندم که این فرصت رو در اختیار ما قرار میدید که بتونیم از تجربه و دانش شما استفاده کنیم. میخواستم اینو از شما بپرسم، اگر سوالم مفهومه خوشحال میشم که پاسخ شما رو در این زمینه بشنوم. بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام خدمت شما، خدمت هموطنان عزیزم، عرض کنم که در قرآن، حالا درست یادم نیست در کدوم سوره قرآن، یک آیه ای هست که میگه الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. معنیش اینه اشخاصی که به زنان شوهردار نسبت زنا میدن اونها رو 80 ضربه شلاق بزنید، فاجلدوهم 80 جلدته. واقعا اگه جمهوری اسلامی قواعد شرعی رو میخواست پیاده کنه، این حضرت آیت الله مستحق 80 ضربه شلاق بود. برای اینکه اولا اینها با هم در رقابت های سیاسی حرف های علیه هم دیگه میزنند و عرض کنم حضورتون که این حرف ها بین خودشونه، به ذرای بیچاره بدبخت اینها که اسیر دست ایران ارتباطی نداره. فیلوهم سمامین جلدتن 80 بعدش الله نجام دارن حضرت آیت الله. عرض کنم حضورتون که اما در لغت دیوس یعنی عرض کنم که مردانی که خبر دارن زنهاشون رابطه نامشروع دارن و عرض کنم که حسادت نمی کنن، حرفی نمی زنن و یا اینکه برای زنهاشون مشتری می برن. خب این حضرت آیت الله دستش باز دیگه و به این ترتیب می بینیم که بالاترین
کثیف‌ترین حرف‌ها رو که لات ها بهش میگن روش ناموسی، لات ها هم تحمل نمی کنن که به زنانشون که این نفت هایی داده بشه. ولی این حضرت آیت الله جوادی عامونی که از بزرگان این هاست، از کلم حضورتون که از سران این هاست، درس اخلاق میده، اینم درس اخلاق است که به رفقای سیاسی خودش عرض کنم که نسبت هایی میده که این نسبت ها اولا جسارت است به همسران اینها، همسران بیگناه اینها، بعد هم خلاف تمام پرنسیپ های اخلاقی و دینی و مذهبی و انسانی. ولی خب اینا چنین موجوداتی در کشور ما بر اخلاقیات ما طی 38 سال گذشته حکومت کردند و عرض کنم حضورتون که به چه قیمتی حالا فکر میکنیم که حکومت کردن همین بدبختی هایی هستش که هر روز میبینیم میشنویم توی کشوری که عرض کنم ما حداقل 10 میلیون آدم فارغ التحصیل دانشجو ها داریم. صدای من به شما میرسه آقا؟ الو، الو، معلمین اخلاق جامعه هستند. حالا شما فکر کنید که اون پاسدار بدبختی بی سواد و گرسنه، عرض کنم که چه کسانی اینها رو تربیت میکنن. این که اینها مسلط هستند بر میهن ما دلیل بزرگش دسترسی اینها به پول، به دلار، دلارهای نفتیه. امروز در جامعه ای که معلم اخلاق، معلم فلسفهشون رقبای خودش رو، رقبای سیاسی خودش رو دیوس میخونه، این نماینده از تبریز گفته که ما 50,000 جا داریم برای زندان ها، 250,000 زندانی داریم و زندانیان ما عرض کنم که 4 برابر میزان تعداد زندانی ما 4 برابر استاندارد متوسط جهانیه. چرا ما چنین مسائبی رو داریم؟ چرا این گرفتاری رو داریم؟ برای اینکه آزادی نداریم. همین هفته گذشته بود که با هم صحبت میکردیم، من راجع به حمله بدون دلیل آخوندها به کسبه بهایی مازندران صحبت کردم. دیروز یا پریروز عرض کنم که 13 جوان مازندرانی، 25 تا از اینا مجروح شدن، 13 تا از اینا کشتی شدن در سوریه. هیچ کس جرأت نداره به پرسون ما در سوریه چه کار داریم؟ چرا ما باید در سوریه باشیم؟ برای اهالی مازندران یا برای اهالی ایران چه فایده ای داره حضور ما در سوریه؟ آقای عین الله تبریزی مشاور سپاه کربلا که اعتبارا حالا همین سپاهی هستش که این جوان ها توش رفتن بیا اونجا کشته شدن، عین الله تبریزی میگه که ما تا کنون 1,200 کشته در سوریه داریم. چرا؟ به چه دلیل؟ کجای منافع ملی ما اختیار میکنه ما 1,200 کشته داشته باشیم؟ وقتی 1,200 کشته داریم یعنی 4 تا 5 برابرش، یعنی مثلا عرض کنم بیدونیسون که 5,000 تا یا 6,000 تا باید مجروح و معلول داشته باشیم. این چه فایده ای برای مملکت ما داره که میلیاردها دلار مردم گرسنه ما خرج کنن و جوانای ما رو بفرستن، جوانای ناآگاه ما رو ببرن با این آیت اللهی که به رفقاش میگه دیوس، با این آدم ها تربیتشون کنن، بعدش هم بفرستنشون به سوریه. حالا این صحبت سوریه هست، صحبت عراق چقدر کشته میشن، صحبت که تو یمن دارن چیکار میکنن یا بحث دیگه ایه. به هر حال یعنی امکانات کشور
صرف همین کارا میشه. همین یکی دو روزی یکی از رهبران فکر میکنم معاون ستاد نیروهای مسلح رژیم کادرش میشه نوشته بودم فراموش کردم، اعلام میکنه که ما موشک 2000 کیلومتری تجربه کردیم، آزمایش کردیم و میزان خطای ما در 2000 کیلومتر 8 متر بود. بعدم با خوشحالی افتخار میده یعنی صفر یعنی هیچ. از یه طرف بلافاصله امروز بعد از دو خطرش رو دولت تشخیص داد و عرض کنم که وزیر دفاع آمد گفت که نه ما این کار نکردیم. البته اینایی که باید مواظب اینا باشن مواظب اینا هستن، میدونن که اینا این کار رو کردن یا نکردن. ولی اگر فرض رو بر این بذاریم که اینها چنین عملی رو مرتکب شدن، او وقت چه توقعی هستش که آمریکایی ها سر کیسه خودشون رو شل کنن و عرض کنم که به اینها پول برسونن. بعضی ها این تحریم رو موجبات عرض کنم گرفتاری مردم میدونستن و میدونن هنوز. این آدم ها توجه نمی کنن که این پول ها صرف مردم نمیشه، صرف عرض کنم سپاه پاسداران رو تو سوریه میشه. اینا که هیچ کدوم از این اشخاصی که تو تحریم مخالفت میکنن حاضر میشن دهن باز کنن بگن چرا سوریه، چرا لبنان، چرا فلسطین، چرا یمن، چرا عراق، چرا افغانستان. ما توی چنین شرایطی میبینیم که یه مرد کارگر 65 ساله‌ای که توی مسافرخونه‌ای تو جنوب تهران کار میکنه و ما هفته گذشته راجع بهش صحبت کردیم که از پل میرداماد خودش رو آویزون کرده، حالا تازه معلوم میشه که این آقا اسمش بود جواد، کارگر بود توی مسافرخونه‌ای در جنوب تهران کار میکرد، در 65 سالگی دوچار یک بیماری چشم شده که اسمش از آب سیاه و به این بیماری عشق هم میگن دزد بینایی، دیده کور میشه و سردار جامعه میشه، سردار زندگیش یا آهسته کور میشه، کسی نیست، بیمه اجتماعی خوردن عرض کنم تمام چندی بیمه اجتماعی رو دوز دیدن، کسی به داده این نمیشه و برای اعتراض آمد چنین وضع فجیع در خیابونها آمد خودش رو کشت. حالا این خودکشیه باید شد که آقای وزیر بهداشت عرض کنم حضورتون بهتر این قضیه و شروع کنه به این که ما مشکل عرض کنم روانی داریم. این آقا میگه ما 12% آدم داریم ایرانی داریم که نیازمند مراقبت های روانی هستن، احتیاج به روان پزشک دارن، اما آقای دبیر انجمن روان پزشکان میگه که از هر ایرانی، از هر 5 ایرانی یک نفر اختلال روانی دارد. یعنی چه؟ یعنی هر خانوار یک دانشکده علوم پزشکی تهران مطالعه کرده در سال 78 تا 87 یعنی 10 سال مورد مطالعه قرار داده، اعلام کرده بیش از 34% مردم دچار مشکلات روانی هستن. از همه مهمتر این آقای وزیر توجه نکرده که زیر دستش آقای عباس علی ناصحی مدیر دفتر سلامت روانی وزارت همین آقای یعنی وزارت بهداشت میگه که 26% مردم، 15% زنان دچار بیماری های روانی هستند. چرا دچار بیماری روانی هستند؟ هموطنان ما چرا نرخ این بیماری این همه بالاست؟ با کجای دنیا قابل مقایسه است؟ برای اینکه 38 سال در کشور بحران وجود داره. این دو سه روز پیش بودم اونجا اردیبهشت، همین برادر عباد ساواکی ببخشید وزارت اطلاعاتی تولید شده به ساواکی ها، عرض کنم که یعنی ربیعی خودش اقرار میکنه نه مربوط به امسال، میگه در سال 92 نرخ بیکاری زنان در شهرها 54% بوده
به هر حال این زنانی که تحصیل کردن، غالب اینا تحصیل کرده هستن، بخش مهمی از اینا تحصیل کرده هستن، اینها قصد کنم حضوری بود که میگه 54% اینا در شهرها، 38%شون در روستاها دچار بیکاری هستن. باز هم من توی یاد داشتم الان نگاه میکنم میبینم که مؤسسه پژوهشکده آماری ایران آمده اعلام کرده در 2/94 یعنی 6 ماه پیش، پنج ماه پیش اعلام کرده که یک خانوار 5 نفری در تهران هزینهشون 5 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کاره. این حرفا رو محمد رضا روحانی که افتخار میکنه که اعلام بکنه من دشمن یه رژیم هم نمیزنه، این تحقیقات پژوهشکده آماری ایران میگه، یعنی دستگاهی که برای زیر نظر حکومت و برای این حکومت، برای ایران البته کار میکنم، من دفاعیت نمی کنم، عرض کنم که این آدم های تحقیق کرده این چنین آماری رو میان میگن، کسی هم حتی افرادن نداره و الا معلم اخلاق جامعه حضرت آیت الله عرض کنم که به زنهای اینها بلای بر خود اینها به زنهای اینها هم توهین میکنه، یعنی زنهای اینها مسئولیت ندارن. در چنین شرایطی که ما زندگی میکنیم عرض کنم حضورتون که ابو اسرائیل به آدمی هستش که میگن، به دروغ میگن به نظر من که اینجور به طرفدارای سیستانی هست، یه آدمی که آدم میکشه در حرام عنوان مبارزه با داعش و سر اینا رو سر فرنگی میزنه، عکسش هم چاپ شده، به هم میشه برای تحقیقات میری ایران و اونجا عرض کنم که خدمت همین حضرات میرسه برای عرض کنم که به دست آوردن حمایت مادی و معنوی خدمت همین آدم ها میره. خب اینها سیستم های اخلاقی اینها، سیستم های جزایی اینها، سیستم های رفتاری اینها چیزایی هستش که با هیچ یک از اصول بشریت تطبیق نداره، مگر با موجوداتی که برای صیانت ذاتشون، برای حفظ جونشون به هر جنایتی تن میدن، تن میزنن. شما نگاه کنید که اینا از فراموش نکنیم، از اشتباه نکنم، همون در جریان حوالی سال 88 برای این که زهرچش و موسوی رو بگیرن، موسوی که چشم و چراغ اینا بوده، 8 سال توی مدیر بزرگ کشور آقای خامنه‌ای بوده، با آقای خامنه‌ای کار کرده، عرض کنم حضورتون که خواهرزادش رو تو خیابون با تیر میکشن، در حالی که خود خامنه‌ای روابط فامیلی دور با اینها داره و موقعی که فراری بود در ایام شاه سر سفره اینها میشست، پیش پدر اینها میرفت و سر سفره اینها میشست. دیروز و پریروز به برادرش حمله میکنن و برادرش رو توی خیابون میرن رگ گردنش رو بزنن، احتمالا حرکاتی کرده که رگش با این که صدمه خورده اینا رگش انقدر بریده نشد که نمیره و بدن نیمه مردش رو بردن بیمارستان، بعد از فرس مأمورین تو بیمارستان نمون، بوده بوده رفت خونه. چه به این داره که از وحشتی رو دچار هستن، چه مشکلی وجود داره که حضرت آیت الله معلم اخلاق کلمه دیوس رو به کار میبره و آقای خامنه ای بعد از این که 2 روز پشت سر هم یا ببخشید دفته یک هفته 2 دفعه به این حمله میکنن موفق نمیشن از بین ببرن، بهش دفعه سوم میزنن و یه گردنش رو پاره میکنن، دعوا از کجا ریشه میگیره؟ چرا چنین دعوایی وجود داره؟ پاسخش رو خود این آمار این رژیم میده، میگه که حداقل دستمزد در ایران عرض کنم که 5 برابر کمتر از
حداقل شرایط زندگی در شهر تهران. ما این وحشت و این جنون رو میدونیم به طوری که این دیگه پیدا نمی کنه آدم بفرستن بفرستن برای جنگ این بار اون بار بفرستن بیار عرض کنم حضورتون لشکر فاطمیون لشکر عرض کنم که اهل حرم بفرستن به سوریه طرفدارا خودشون هم نمیدن دیگه اگر دیگه پوکیشون هم خبر شدن حالا آمدن قانون گذاروندن که هر کس بره اونجا پشته بشه ما بهش چی میدیم عنوان شهید میدیم تا بتونن این گرفتگان افغانی رو بکشونن برای اونجا. چرا؟ برای اینکه این افغانی هایی که تو مملکت ما هستن دو سومشون در دو میلیون نفرشون در شرایط که غیرقانونی هستن، یعنی اینکه اسناد هویت ندارن. از وقتی اینا که دستگیر کردن دو تا پیش اینا هست، یا برن لشکر فاطمیون شهید بشن برگردن، یا اینکه اینها رو میپرسن به کشورشون برمیگردنشون، پناهندگان رو برمیگردنن. آمار نشون میده که اینها شروع کردن به فرار کردن، این پناهندگان افغانی شروع کردن به فرار کردن از ایران. سرهنگ عباسی میگه که 22,000 نفر از اینا در مرزهای آذربایجان دستگیر کرده پارسال. وقتی میگه 22,000 نفر دستگیر کردم توی علم عرض کنم دوزیتون جور شناسی باید چی جب در 10 یا 15 بشه. جرائم مکشوفه معمولا 10 تا 15 برابر جرم واقعیه. یعنی باید مثلا 2,300,000 نفر فرار کرده باشن از همین افغانی های گرسنه که اینا 22,000 نفرشون رو دستگیر کرده باشن در عرض یک سال. در این حال همین افغانی ها رو 25,000 تا از اینا رو در هر ماه بر میگردونن به کشورشون. برای این قانونی که اخیراً گذروندن پارلمان عراق شروع کرد به، یعنی همین قانون اعطای ملیت شهدای دارای تابعیت خارجی، اینا به بچه های اینا که محصول زندگی با زنان ایرانی هستن به بچه های اینا اسناد هویت نمیدن، ولی میگن شما اگه کشته بشین ما دو روزی شهید میکنن. همینجور که شهید هستهی درست کردن خودشون تعدادی از اینا تو خیابونا کشتن. فکر میکنم که آقای مصداقی هم اسنادی در این مورد نوشته، حالا من درست خاطر ندارم. من یکی دو روز پیشم یه خانومی که خواهر یکی از همین دانشمندان یاشش با اینا همکاری نمی کرد، مثل همین آقای حمید کوکدی، این دانشمندان همه همکاری نمی کنن که این خانوم آمده یه سند چاپ کرده که آقا وارد اینها رو خود رژیم کشته، تولید شهید کرده به این ترتیب، خودش می کشه و خودش عرض کنم حضور تو که اینها رو شهید عنوان شهید بهشون می ده. پارلمان افغانستان هم به این قانون جدیدی که اینا دارن می گذارونن چی کرده؟ اعتراض کرد. یه بخشیدنی دیگه هم کردن که همین افغانی ها که دارن از دست اینا فرار میکنن رو کامیونشون شلیک کردن. خب یا بابا تو که به کامیون شلیک میکنی چه به لاستیکای کامیون شلیک نمیکنی؟ و همین یکی دو پک میکنم دیروز بود یا امروز بود که 5 تا کشته تا دادن این افغانی هایی که در حال فرار از دست اینا بودن، 13 تا زخمی. بنابراین شرایط حیات مردم طوری هست که اینا رو ما میبینیم توی ارتباطاتشون، توی دعاویشون میبینیم. البته این دعاوی تنها مسئله سرکوبی مردم به شکلی که گفتم فوش دادن، هایی که به همدیگه میگن دیوش در روابط سیاسیشون نیست. برای اینکه اینا سر غارت اموال مردم هم اختلافات بسیار بسیار جدی با هم دارن و تا اصلا خواهند داشت این اختلافات رو. این معاون وزیر ارتباطات همین یکی دو روزی گفته که در مورد شرکت مخابرات گفته که این شرکت یک کشتی بدون نشسته است،
کشتی به دل می نشیند اما ارزش گذار از دست نمی دهد. این آقا اشتباه میکنه. کشتی که تو گل شرطه دیگه به درد نمی خوره. از گل بیرون کشیدن خیلی هزینه داره. ولی به هر حال آمده اعلام کرده موقعی که این کشتی به گل نشسته امروز رو خریدن قیمتش 120 هزار میلیارد تومان بوده و اینا خریدن 7800 میلیارد سپاه خریده، یعنی حدود 1/12 قیمت واقعیش اینو خریده و تازه اینو خریده از استحصال کرده، حالا شده بعد از این مدت که اینا غارت کردن این تو حالا تبدیل شده به کشتی به گل نشسته. حالا وزارت ارتباطات باید چی بیاد از جای عمومی بیاد اینها رو عرض کنم حضورتون مدیریت بکنه یا بگیر پول تجویز کنه برای اداره شون. طبیعی هستش که اینها در رفتارهای خودشون آبه هیچ چیزی هیچ اصلی هیچ قانونی حتی قوانین اساسی خود قوانون اساسی خودتونم نیستن. من برای شما این مثالی بزنم که هممون میدونیم اصل 35 قانون اساسی رژیم میگه که حضور وکیل در محاکم جنایی اجباریه. اولا آمدن با یه قانون که اخیراً گذاروندن آمدن گفتن در دعاوی سیاسی این رئیس قوه قضاییه است که وکیل تعیین میکنه در پرونده، یعنی مدعی برای شما وکیل تعیین میکنه. ولی قبلا که اینطور نبود تعدادی از وکلا آمدند از بهایی دفاع کردند، از زندانی سیاسی دفاع کردند، از پیکاری دفاع کردند. من بیشتر همینجا اشارم به دوست از دست رفتم، دوست بزرگوارم، دوست شجاعم اسماعیل زاده است که در زمان شاه هم از زندانیان سیاسی به بیش دانشجویان دفاع میکرد. آقای روحانی ببخشید صدای من در این شما بله این همون ادامه همون داستانی است که اون جنایتکار ملعونشون که در حقیقت دادستان انقلاب بود اول، او گفتش که اصلا اینا وکیلی که بخواد بیاد اینا رو دفاع کنه خودش متهمه. در حقیقت لاجوردی همون روز اول گفت اصلا وکیلی اگه بخواد بیاد از این متهمات دفاع کنه خودش میشه همدست متهم. خب این ادامه همون قصه از چیز نوعی در حقیقت نیست. در نوشتنش بوده آمده اعلام کرده که متهمین که کرولال باشن میتونن وکیل داشته باشن. وکیل ما کرولالا هست. به این ترتیب میبینیم که همکار ما عبدالفتاح سلطانی دوچار بیماری گوارشی، دوچار نوسان فشار خون، دوچار دیسک کمر و گردن و مشکلات قلبی. این آقا که خودش عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر ایران هستش در زندانه و کسی به دارش در اونجا نمیرسه، یعنی حتی هیئت مدیره منتخبه کانون وکلای دادگستری این غیرتی رو که مداوی و عبدی و نمایندگان معلمین و نمایندگان کارگران داشتن ندارن که بیان به دخالت بکنن و معلوم نیستش که این دوست بزرگوار ما فعلا در چه شرایطیه. و این شرایط اصلا تنها مربوط به اشخاص نیستش که حرف شنبی این رژیم رو ندارن. ادعا کنید که در خود این رژیم این هفته گذشته نمایشگاه کتاب گذاشته، 320 از کتابایی که مجوز داشته از وزارت ارشاد ایرانی به دستور دادستان 320 از اینها رو خارج کردن
پس نور خارج کردن، توحید کردن در محل نمایشگاه. بنابراین عرض کنم ما با یه رژیمی طرف هستیم که قواعد مبارزش رو خودش تعیین میکنه. باید یه مثال دیگری براتون بزنم. یه جوانی عرض کنم که سهرابزاده، افشین سهرابزاده، از سال 89 در سنندج دستگیرش کردن، بعدم تبدیلش کردن به میناد و سرطان داره. برادرش کاوه سهرابزاده رو میرن دستگیر میکنن در کرمانشاه، اتهامش این هستش که چرا پیگیر مسئله معالجه برادرشه. شرایط زندگی مردم ما این چنینه. در این حال ما میدیدیم یک آقای نویسنده مسلمانی که از کلامش معلوم خیلی عرض کنم که متکی به دینش و اعتقادات دینیش هست، اسم آقای رضا علیجانی، تو رادیو فردا یک مقاله مفصل انگلیسی نصیحت میکنه. چی رو نصیحت میکنه؟ که در بالا رفرم بکنم و زبان رو عوض کنم. بفرمایید این جوابه. اینم رفرم در بالا، اینم کلمه دعیوس که در بالا گفته میشه دیگه، اینم درخواست های شما ها. این اشخاصی که هنوز امیدوار معجزه ولی فقیه و این قانون اساسی هستن، بیش از همه ابتداعا به خودشون روی میکنن و بعد هم این بلندی هایی که در اختیار اینها قرار میگیره، متاسفانه اینها به جای این که وظایفشون نسبت به وجدان خودشون انجام بدن، دنبال یه رویا حد اکثر بهترین شکلش این هستش که ما فکر کنیم اینا عرض کنم خواب میبینن، در رویا هستن. متوهمن. من علاقه ندارم که غیر از اصل صحت فعلا عرض کنم حرفای اشخاص و حمله بر سنیت بکنم. انشالله آدم خوشتینتی و مسلمون خوبی رو و دلش میخواد مسلمون ها همه مثل خودش آدم های خوبی باشن و به همدیگه نگن دیوس، رهبر اخلاقیشون نگه دیوس. ولی این حرفا عملی نیست. این حرفا روز به روز بدتر شده، روز به روز بدتر شده. پس کنم ازیدتون که چقدر خوب ایشون که حالا نصیحت میکنن به این حضرت آیت الله، همین آیه عرض کنم که من خوندم، حالا فجدلو هم سمامین جلدتون رو برای حضرت آیت الله بندیشه که این حرفا رو نزن. البته قبل از این آیت الله، یه آیت الله کوچولی دیگه نماینده فقیه بود در سال گذشته، فکر میکنم آقای آیت الله الحزما نبود، مثل این نبود، حجت الاسلام بود، در یه شهری اسم انار، که پارسال گفته بود که اینا که زناشون آرایش میکنن و زناشون میان تو خیابون، اینها دیوسن. حالا معلوم شد که نه، ما تنها این قبیل اشخاص مشمول مراحل اسلامی آقایون نیستن، از بین خودشون اونایی که نفوذی هستن هم شامل چنین مراحلی هستن خودشون و زن و بچه شون. متاسفانه زن و بچه شون، زنهای بیچاره اینها اصلا کاری نیستن. همین هفته گذشته که برادر موسوی رو عرض کنم دوتون فرستادن به سراغ مرگ و خوشبختانه کشته نشد و بدبختانه به سختی مجبور شد، و این آقای علیجانی اینها رو نصیحت میکنه که در بالا رفرم کنن، زبانشون عوض کنن. زبان اینها زبان چاقو کشا و آدم کشا و جلاد هاست، نمیتونه عوض کنن. اگه عوض کنن باید بیان که خود اینشون تو رادیو فردا کار کنن. اینا با همه مردم ایران چنین روابطی رو دارن، تنها با عرض کنم که برادر موسوی نیست، با خود موسوی هست، با کروبی هست، با رفسنجانی هست. اگه به دختر رفسنجانی همه همون فیلم میشین دیدیم توی قبلشون چه چیزایی گفتن که من از تکرارش دبرن در شهر من نیست تکرار کنم، ثانیان از شریعهش هم شهر میکنم. یا
روابطشون با اجتماع بر اساس همین پرنسیپ هایی هستش که اعلام میکنم و در عمل میبینیم که با هم دیگه چکار میکنند. همین یکی دو روز پیش یکی از نمایندگان مجلس اینا فکر میکنم که مال مراغه بوده اگه اشتباه نکنم، تصادف میکنه ماشینش، حالا داییش آمده داره شکایت میکنه که 40 متر قبل از این که اتومبیل واژگون بشه شیشه هاش رو زمین ریخته شده بود، یعنی میگه مشکوک کشتمش. چی کشته؟ این آقای آدم خیلی معتبری هم هست، مدیر گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف، آقای یعقوب توکلی، میگه کارزاده من این کسی که کشته شده کارزادش بوده. میگه اینو 40 متر قبل از این که ماشینش واژگون بشه قبلا تصادف شده یا نمیدونم چه اتفاقی افتاده که شیشه شکسته، مرگ این مشکوکه. هیچم چی نیست، هیچم اینا از چنین آدمایی که میتونه ایرنا اعلام کرده که این آقا گفته در یوس هست، اینا من نگفتم، عرض کنم که چنین آدمایی که میتونن به زن و بچه مردم یکی دو تا ده تا صد تا نیست، میلیون ها نفرن که از نظر اینا میپوزی هستن، عرض کنم بگه که چنین نسبت هایی رو بگه، این آدم برایش آدم کشتن مسئله ای نیستشته، برای این که آبرو و حیثیت مردم، احترام با تو حد تو قانون میرسیم، احترام جان و جان و حیثیت متاسفانه مال هم هست، احترام جان و مال و حیثیت اشخاص. بنابراین عرض کنم که اینا برای شون اینا همه مرادفه، اینا برای شون هیچ معنایی نداره. البته این تنها مربوط به روابط اینها با مردم ایران نیست، روابط اینها با جهان همسایگان ما، با کشورهای مسلمان میشین، با تمام جهان. همین جورگویی هایی هستش که پولهای نفت اینها اجازه میده که این جورگویی ها رو انجام بدن. یکی از اینها تفته گذاشته گفت که پنجه رو نوت ببندیم، البته این یک بلوف خیلی قدیمی هستش که آخونده ازش خیلی استفاده میکنن، واقعیت این هستش که بیش از همه اینها به پنجه هرمز به احتیاج دارن و به همین دلیل هست که میبینیم از یه طرف شب دوت نماینده مجلس تذکر از رئیس جمهورشون درخواست میکنن که برجام رو متوقف کنید، اجرای برجام رو متوقف کنید. البته به نظر من بد نیست اجرای برجام رو متوقف کنید، برای اینکه فعلا خوشبختانه با بتون عرض کنم جلوی این بمب‌سازی اینا فعلا گرفته شده. عرض کنم اگر هم متوقف بکنن این پولایی که چشم انتظارشون هست و لف لف میخورن شباب این پولا رو، این پولا هم آمدنش اونجا دوچار مشکلات جدیدی میشه و همین رفتارها هست که 2000 میگه موشک 2000 کیلومتری داره شدیم که 8 متر بیشتر اشتباه نکرد، هیچ خطا نداشت. همین رفتارها اصلی باعث شده که وزیر اقتصاد آلمان، معاون صدراعظم وزیر اقتصاد آلمان هفته گذشته نره امروز هم اعلام شد که وزیر بازرگانی امروز هم قرار بود بره اینجا با اینا از این کاغذ را امضا بکنه، این آقا هم فعلا سفرش رو انداخته به کنار. اون وقت ما میبینیم که در همین در ارتباط با مسائل مربوط به برجام این دیپلمات خیلی ارشد آمریکایی که تو مذاکرات برجام معاون هماهنگ کننده بوده، اسمش آقای بلانک هست، میره به اروپا که به کنفرانس داد و ستد با ایران در آلمان بره تو این کنفرانس جواب بده به تجار اروپایی و جوابش رو جوابش اینن اینه: دولت آمریکا نمیتواند به بانک ها دستور بدهد دست به عملی بزنند که از نظر آنها خطرناک است. من اینو بارها گفتم، اولا 9 میلیارد دلار فقط یکی از بانک‌های
فرانسوی داده بابت جریمه، بانک BMP فرانسوی داده و بعد هم کشوری که میاد میگه من تنگ هرمز میبندم، مگه سرمایه‌داری دیوانه است یا شرکت بیمه سرمایه‌گذاری دیوانه است که اینها اجازه به اتباع خوش اجازه بده به اتباع شخصیت های حقوقی و حقیقی خودش به شرکت های سرمایه گذاری اجازه بده برن اونجا سرمایه رو به خطر بندازن؟ جوابش چی میگه؟ شرکت بیمه برشکست، انشاءال برشکست که فکر نمی کنم. به هر حال شرایطی که اینها در مملکت ایجاد کردند شرایطی بسیار وحشتناکیه و این شرایط دروس هم بدتر خواهد شد. نمیتونن جواب معلمین و کارگران رو بدن، ممکن نیست بتونن چنین کاری رو بکنند. بنابراین سرکوبی استمرار داره، فقر استمرار داره و تا زمانی که گرسنگان به جان آمدگان در ایران نتونن سخنگوی در روابط بین المللی داشته باشن، این بدبختی ها استمرار باشه. برنامه اون هستیم اگه اشتباه نکنم. بله ازم به حضور شما یه چند دقیقه فرجه هست، من به دو سه تا موضوع از موضوعاتی که شما بهشون در خلال برنامه اشاره کردید دلم میخواد که نارو یه قدری دوباره بهشون نگاه بکنیم. یکی این که وقتی میپرسید که شما عده‌ای از مازندران و از این ور و اون ور رو فرستادن به سوریه و در عراق رو اعلام نمیکنن، این ور رو اعلام نمیکنن، اینا اونجا چیکار کنن؟ آقای شمخانی که تازه متفکرشونه، آدم درست و درمونشونه، اینها اعلام کرده با صراحت که حملات اخیر در سوریه بی پاسخ نمیماند و داستان سلیمانی است و رفتنش به اونجا و اینکه به حال یه جوری اینا در سوریه هم ظاهرا علارغم همه مشارکت هایی که کردن یه جوری ظاهرا بازنده به نظر میاد و برنده های این بازی در سوریه من فکر می کنم که ترکیه، روسیه و بعضا عربستان سعودی است و ایران مطابق معمول باخته. در حتی تو سایت العربیه نقل کرده از رئیس پلیس دبی که بله در گذشته قبل از انقلاب خمینی ایران روابط بسیار حسنه‌ای با کشورهای عربی خصوص کشورهای همجوارش داشته، ولی یه مش آخوند شرور اکنون این شرایط رو تغییر دادن. یعنی شما نگاه میکنید اونی که حتی یه پاسبان دبی هم کارش اونجا رسیده که میتونه به راحتی همینا رو دیوز خطاب کنه دیگه به زبان خودشون. و من هنوز در بُعد این ماجرا هستم، هر چقدر که شما سخن گفتی من نتونستم این را حذف کنم که یعنی چی هر کی با بیگانه روابط برقرار میکنه دیوسه، یعنی چی؟ من اینو هنوزم نتونستم حلش بکنم، نفهمیدم واقعا از نظر نمیفهمم دوست. در این حیلت حاکمه به جایی رسیدی که با چاقو رگ گردن هم دیگه رو میبرن. عرض کنم میدونیتون که این هم تجاوز به جان و تجاوز به حیثیت مقامش یه چیه؟ یعنی اینا همون کاری یه میکنه که اون چاقو کشه کرده، راه دیگه ندارند، راه دیگه برای اینا وجود نداره. ببینید تو هفت هفته گذاشته این چه فایدهی داره که تو هفته گذاشته ما میبینیم چشمی جوان در آوردن سه سال پیش حالا اسمشو یه جایی یاد داشت کرده بودم هست کنم کنم، حالا آمدن بیدن چه که دوم استم کن در بیاریم برای اینکه این جوان پول نداره که دیهی که تعیین شده رو پرداخت بکنه. در این حال که تمام جهان صداشون از این وحشیگری به آسمان رفته، بازم هفته گذشته همین دو سال پیش دو سال سه چهار سه چهار دو پیش و به چهار دادگاه کیفری اشکان یک جوانی رو محکوم میکنه که
عرض کنم که اگر پزشک قانونی به عنوان کارشناس اعلام بکنه که عملیاتش چشم این آقا رو در بیارن کور کنن، اینا برای چی؟ این چه فایده‌ای داره برای یه رژیم؟ این چه اتفاقی میفته؟ آمدن پیغام دادن به زندانیان سنی که 6 تا از اینا رو قبلا در اسفند 93 فرض کنم در اسفند 93 کشته بودن، حالا 37 نفر در اونجا هستن، بیشتر این ها عرض کنم که گناهشون این هستش که چی کردن؟ گناهشون این هستش که تبلیغات بینا بگر اینا وهابی و سلفی و از این حرفا کردن. اینا اعدام میکنن که درخواست بخشش کنید و اینا اعدامتون میکنید. چرا وقتی آقای بداغی رو هفته گذشته عرض کنم که آزاد کردن میرن توی بیمارستان، برای اینکه رفته بود به ملاقات آقای بهشتی، یکی از معلمین اخلاق جامعه ما که در حال حساب غذا و در حال متاسفانه در حال بسیار بدیه، میرن توی میره برای ملاقات، برای اینکه بعدش 6 سال که از زندان آمده بیرون، یک هفته پیش آمده رفته به همکار خودش در زندان سر بزنه، ریختن یک کتک مفسرم داشتن میگفتن یک کتک وحشیانه زدن اون و برادر زنش که همراهش بود و بعد هم بردنش که زندان رو ابین دوباره روز از نو روزی از نو. چرا این کار رو میکنن؟ چرا ابو اجرایی میبرن تهران میندازن گردن آیت الله سیستانی که اینجور مثل هفته آیت الله سیستانی هم؟ چرا این کار رو میکنن؟ این چه فایده‌ای داره؟ چرا مثلا به هم دیگه از یه حرفا میزنن؟ اینا چه فایده‌ای داره؟ اینا بنبسته. چرا به کتاب اجازه چاپ میدن بعد میان توی نمایشگاه کتاب برمیدارن 320 کتاب برمیدارن میرن اجازه نمیدن؟ من یه چیز جالبی خوندم، یه کمیسیونی از آمریکا به نام کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب، خوشحالم که راجع به بهایی ها و مسیحی ها گزارش داده که اینا سرکوبی میشن، داده وکلای اینا گزارش داده که وکلای سرکوبی میکنن و کسایی که وکلا وکالت اینا رو پذیرفتن. اما برای من تعجب آوره که چرا هیچ اسمی از سنی ها نمیبرن. اهل تسنن در ایران ببخشید بین 10 تا 15 میلیون نفر جمعیت کشور ما رو تشکیل میدن، اینا مگه از آزادی مذهب برخوردارن؟ چرا این اشخاصی که مبلغشون مبلغ از کنم دینشون هستن این رو کردن تو زندان؟ این آخرین نامه ای آقای بهشتی رو اگر پیدا کردید حتما توضیح کنید، منتشر کنید. این نامه نوشته به صادق لاریجانی نماینده معلمی که هم اکنون اعتصاب خوش کرده و خونگی معده داره و در بیمارستانه، نوشته که من چیزی برای از دست دادن ندارم. چرا مردم ما، معلمین ما، کارگران ما به اینجا میرسن که چیزی برای از دست دادن نداشته باشن؟ و من به هر حال فکر میکنم که خوب از خودمون سوال بکنیم که ما در این شرایط بسیار بسیار سیاه کشور چه کاری میتونیم، چگونه میتونیم انجام وظیفه بکنیم در مقابل مردم. کاملا درست میگی، ممنونم از آقا، سپاسگزارم و خرسندم از اینکه شخصیتهایی چون شما، چون سرو ایستاده مقاوم و مشغولند به تعریف کردن ماجرا، افشاء کردن ماجرا، به اینکه ما در کجای این جهان قرار گرفته ایم، مشکل ما در حقیقت کدام است. سپاسگزارم از شما آیرانی. من شرمنده که امکاناتم محدوده
ولی این همه محبت شما واقعا برای من جای قدردانی داره. ایمیل هایی که در ارتباط با موضوعات برای ما میفرستی، علی خصوص در مورد کارگرها و اینکه شرایط زندگی اینا چیست، چگونه زندگی میکنن. یه عزیزی یه عکسی رو فرستاده بود از یه معلم در یه روستایی که جلوی یک اتاقک سیمانی نشسته بود، شاگرداش رو نشونده بود و تخته سیاهی در کار نبود، بلکه در فلزی که به این اتاقک، حالا پست برق بود چی بود، تخته سیاهی در کار نبود، بلکه رو همون در آهنی که رنگم نشده بود با گچ به اینا درس میداد. و من گفتم که ببین، این برای اون عزیز پاسخ دادم که مهم نیست، مهم اون معلمی است که چون شمع میسوزد تا اینکه پیرامون خودش رو روشن نگه داره. و اگر که این نظام اهریمن تا کنون باقی مونده، برای اینکه از نظر کاغذ، از نظر تئوری نباید این اصلا وجود داشته باشه، ولی وجود شخصیت ها، آدم هایی که دل برای میهن میسوزونن، واقعا اونه که ایران رو در حقیقت اینگونه یه پارچه نگر داشته. از حضورت نهایت سپاس دارم، ممنونم، صمیمانه تشکر میکنم، در انتظار شما هستیم تا دوشنبه آینده. ممنونم آقای روحانی، خدا نگهدارت. مرسی از به حال ساعتهای این وکیل مبارز رو شنیدیم، حقوقدان، فعال سیاسی، انسانی که همه عمرش رو دغدغه آزادی داشته. اگر میهن ما سرپاس، علتش وجود این آدم هاست. اگر این برنامه مورد توجه شما واقع شده، سالوت کن که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سایرین بفرستید. به فیسبوک ما بیاید، یه لایکی بزنید، عضو صفحه فن پیج ما بشید. همه یه لینک ها، ویدیو ها رو در اونجا قرار میدیم، بنابراین اینا برای شما ارسال میشه. شما هم لطفی که میکنی، مهر میکنی، اینو برای سایرین میفرستید. باز هم از شما ممنون و متشکرم. دعوت میکنم که خبرها، لینک های مرتبط، همه رو یک جا در سایت مردمریپورت.net دنبال کنی. اگه برات مشکله در همون میهن تیوی که هستی، اون آخرین اخبار رو که روش کلیک بکنی، به حال شما وارد دنیای مردمریپورت.net میشی. ممنون و متشکرم، تا فرصتی دیگر سپاسگزارم.